هستن. خب امروز هم بیهوده نیست که ما در داستان جنگ با اون تازی پست و مریض آدمخوار خزری به نام افراسیاب که خب ما براتون روشن کردیم که اینها همون خزری ها همون ریشه بخشی از کثیف‌ترین جهودان و آدمخوار هستن که به اصطلاح موقعی که رفتن به اروپا یهودیت اشکنازی رو درست کردن که به اصطلاح تمام کنترل اقتصادی جهان رو در دست گرفتن، که از کثیف‌ترین موجودات تاریخی که اینجا رستم به اونا تازیان، تورانیان یا افراسیاب، رهبری افراسیاب میگه. آن بیهوده نیست که در آنجا هستیم و بیهوده نیست که رستم، یادتون است که دفعه هفته قبل برای شما خواندیم که رفت به اون بخشی از اون توران زمین در یک نخجیرگاه که این آدم خار رو بکشه و کارش رو یک سره بکنه و جنگی بزرگ در گرفت و اونها به دام ما ایرانیان افتادن. و من باید این جنگ رو تماماً بخونم به این دلیل که با اینکه وسطش اتفاقاتی میفته این ور اونور میشه ماجرا، برای اگه این جنگ رو من یک پارچه نخونه این اون رویای پردیسی بزرگ رویای روشنه. یعنی برای اینکه ما میدونیم که خب اینها که به این دیتیل یا جزئیات به دست پردیسی بزرگ نرسیده بود، لحظات جنگ، لحظات اینکه هر فردی چگونه خودش رو نشون میده و چگونه یک انسان میتونه سرنوشت جنگ رو در یک جنگی که 100,000 نفر این ور نمیدونم 50,000 نفر این ور این هستن، یا البته این دفعه تعداد کم ایرانیان بودن، بیشتر پهلوانان بودن که این خواستن افراسیاب رو به دام بکشن، به گوشمالی بدن و حتی اگه بتونن کارش رو یکسره کنن. چون بارها همینقدر که ایران تضعیفین شده این تازیان آدمخوار حمله میکردن و خب به هر حال یه روزی باید کار اینها رو یکسره کرد. و میبینیم که این لحظاتی که از جنگ رو که پردیسی بزرگ به این زیبایی فردوسی روشن میکنه و میاره جلو، انگار که به اون زمان سفر میکنه و در هر لحظه اون شاهد حرکات افراد هست. و این اون چیه؟ این همون چیزی که رویای روشن بهش میگن یا سفر در زمان میگن. به زمانی که این چنین زیبا این لحظات رو ترسیم میکنه، خب ما این رو یک سر اگه بتونیم میخونیم شاید یک ساعت بیشتر بشه، شما یک ساعت میشه احتمال. در اساس پردیسی توستی خود در پردیس زمان میزیسته، یعنی در همون مرحله هشتم، جایگاه هشتم که پردیس هست، که از زمان و مکان جدا میشن و هر جا بخوان میتونن بی زمان و بی مکان یا جاودانه میتونن ببینن هر چی که بخواهند ببینن و هر چی که بخواهند چه که در گذشته دقیقاً چه گذشته. خب پس میبینیم که به اونجا رسید که به هر حال ظاهرا این افراسیاب آدمخوار متوجه شد که ایرانیان اومدن در بخشی از صحراهای نونتازیان، به هر حال یه لشکر گنده ای رو درست میکنه از تمام آدمخواراش، اینا راه میفته. حالا جنگ، میبینیم که در این قسمت جنگ درگیر میشه. چنین گفت پس گیو با پهلوان، اینجا با رستم گیو که پهلوان پیر ایرانه، گفتگویی میکنه که ای نازش شهریار و جوان، شوم ره بگیرم بر افراسیاب، نمانم که آید به این روی آب. میگه من جلوتر برم که جلو افراسیاب بگم، چون داره میاد از آب نتونه رد بشه، این طرف رودخانه نتونه بیاد، سر پل بگیرم بدان بدگمان. من جلوی پل وان میسم، اون طرف پل، طرف تازیان، تا این آدم بدگمان، این آدم بدتینت بدارمش از آن روی پل یک زمان، بدان تا بپوشند گردان سلی، که بر ما سر آمد نشاط و مزی. یک زمان نشاط و به قول من شوخی و اینها گذشت، بریم یه خود جنگ کنیم، حال کنیم، به قول این بچه های امروز ایرانی میگن حال کنیم. بشد تازیان تا سر پل دمان،
اینجا تازیان به معنای تازی آدم خوار، نه تازیان به معنای تند رفتن. تند رفت تا سر پل، بشد تازیان تا سر پل دمان. به زه برنهاد دو زاغ کمان، چون این با تا به نزدیکی پل رسید، چو آمد درفش جفا پیشه دید. در اون پلی که رسید، اون طرف درفش آن آدم خوار رو، اون جفا پیشه اینجا نوشته فردوسی دید، درفش سیاهشون، درفش سیاه تو آن تازیان رو که بگذشته بودش بر این روی آب. به پیش سپاه اندر افراسیاب، فرستاده ای کرد گیو سترگ به آگاهی پهلوان بزرگ. گفت این اومده و رسیده به اینجا و تهمتن رستم خودتم بیا. تهمتن بپوشید ببر بیان، نشست از بر جند پیل دمان. یه جایم اومده نشست از بر جند پیل جیان. ببینید چقدر زیباست. تهمتن بپوشید ببر بیان، اون چیزی رو که اون جوشنی رو که از پوسی ببر خاص که تیر به سختی از اون رب میشد پوشید. دوستان اگر صداهای عجیب غریب میشنون، اینجا جیر جیرک و قورباغه و وسط جنگل نشسته، آره اینجا همه چیز در این اطراف هست، نگران نشید. نشست از بر ژنده پیل دمان، پس اینو پوشید و ژنده پیل دمان. اینجا اسب رستم رو می یک پیل به یک فیل تشبیه میکنه، شبیه میکنه فردوسی. و ژنده در حالت انگار کیه که انسانی که لباس پار و پوره ولی خاکی و ولی ترسناک پوشیده، نشست از بر ژنده پیل دمان. شما پس اون پنجره ببند، این گلواقع آواز داره میخونه، ابو عطا میخونه. بله. تهمتن بپوشید ببر بیان، نشست از بر ژنده پیل دمان. بشد پیش توران سپه او به جنگ، بغرید همچون دمنده نهنگ. ببینید لحظه لحظه هر مثلا اون لحظه چی میشه به درنگ از بس که عربی گفتیم، درنگ ها رو چطور هر درنگش رو روشن میکنه برای شما همیهنان، چرا که یاد بگیرید چگونه باید جنگید، چه در جنگ، چه پیش از جنگ، چه پس از جنگ، چه در حال جنگ. چو توس و چو گودرز نیزه گذار، چو گرگین و چون گیو گرد سوار، همه دارن آماده میشن. من یه خط از تو افتاد. چو در جوشن افراسیابش بدید، تو گفتی که هوش از تن او دمید. زمانی که افراسیاب میبینی که رستم هم تو این گروه هست، انگار که هوش از کلش میپره. ز چنگ و بر و بازو و یال او، به گردن برآورده کوپال او. گفتیم که رستم نماینده آن یکی شدن نیروی آریایی مردمان آریاست، مردمان در بخش در سمت و جهت مردمه، اون فروزه جمع مردمانه. اینجاست که موقعی که تازی یکی بودن ما ایرانیان رو ببینه، آه از نهادش بر میاد یا در میاد. ده چنگ و بر و بازو و یال او، به گردن برآورده کوپال او. چو توس و چو گودرز نیزه گذار، چو گرگین و چون گیو گرد سوار، چو بهرام و چون زنگ شاوران، چو برزین و فرهاد جنگاوران. تمام پهلوانان ایران اونجا بودن. چنان لشکر سرفرازان به جنگ، همه یک سر از جای برخواستند، به سان پلنگان برآراستند. بفرمود تا بوق و کوس نبرد، زدند و برزم اندرون حمله کرد. کشیدن شمشیر و زوبین و گرز، دلاور سواران با فر و برز. دلیران ایران به کوشش درون، بر و یال و باره همه غرق خون. بدان گونه شد گیو در کارزار، چو شیری که گم کرده باشد شکار. این گونه باید به جنگ رفت. پس و پیش هر سو همی کوفت گرز، دوتا کرد بسیار بالا و برز. توران فراوان سپه کشته شد، ز نام‌آوران بخت برگشته شد. از نام‌آوران اون طرف بخت برگشته شد. رمیدند از او رزم سازان چین،
شده خیره سالان توران زمین. پس میبینیم که مغول ها و آدم خوارانی هم که از سمت شرق میومدن به این جبسرا جودان یا این تازیان خزری میپیوستن، اونها هم فرار کردن و سالار توران زمین خیره شد، یعنی افراسیابک. در اینجا آنان هم آدم خوار این صحنه رو که دید خیره شد. خیره اینجا به معنای نه که خیره سرد، به معنای ترس، ترس و وحشت و چیز گرفتش، دودلی گرفتش. بدان سو که گرگین میلاد بود، که با گرز و با تیغ فولاد بود، یکی پهلوان بود نامش گرزم، ز توران سپه پیشش آمد برزم. یکی از خزدورای حسابی توران زمین میاد جلوی اون بخشی که گرگین داشت می جنگید، پهلوان ایرانی در یکی از جناهای سپاه ایران. بغرید گرگین چو او را بدید، همان گه ز قربان کمان برکشید. بران پهلوان تیر باران گرفت، هوا را چو ابر بهاران گرفت. گرزم دلاور چو زانگونه دید، گرزم جا همون طرف پهلوان اون طرفی تورانی، سپر بر سر آبد و پیچش دوید. سپرش کشید و سرش دوید جلو، یکی نیزه زد بر سر اسب اوی. کار اینا اینی که اسب رو میزنن. آدم خواران میبینن که هیچ وقت انسانی و مردانه، به قول معروف مردمانه، نمی جنگن. اسب رو میزنن، همون کاری که آدم خواران جهود پست ترک با برای گرفتن لطف علی خان زند بزرگ این کار رو کردن. اسبش رو که غران اگه اشتباه نکنم اسمش بود، رو پاهاش رو زدن تا اون از روی اسب بیفته و بتونن اون رو بگیرن، زخمی بکنن و بگیرن. اینا کارشون اینه. ترکان، آدمخواران، تازیان، پستها، جهودان، عربها، هر گونه کثافتی که روی زمین انا دور تا دور سرزمین آریاها رو اینا گرفته بودن هزاران ساله، خنجر از پویزنی و جنایت و پستی و اینها کارشون است، شیوه زندگیشون. دو نوع انسان بیشتر وجود نداره از دیدگاه کلان که نگاه کنیم. یکی تازی است، یکی آریایی است. اون وسط بقیه اگه چیزی هم باشه به درد نخوره، چیز مهمی نیست. یکی نیزه زد بر سر اسب اوی، بیافتاد گرگین پرخاشجوی. اسب که میفته، گرگین پهلوان ایران هم میفته. همان گاه گیو دلاور رسید، نگه کرد و او را پیاده بدید. گیو رسید، پهلوان ایران میبینه که یکی از پهلوانان افتاده، فوری میاد. برا شفت بر سان غرندشی، یکی بانگ زد بر گرزم دلیر، یک داز از سر اون پهلوان اون دشمنه. کمربند او را گرفت و زجای، بکندان هنرمند فرخنده رای. پهلوان ایران، هنرمند فرخنده رای، اینجا گیوه، کمربند گرزم رو میگیره و اون رو از جای بلند میکنه، از روی اسبش بلند میکنه. میانش به خنجر بدو نیم کرد، دل سرفرازان پر از بیم کرد. سرفرازان هم پهلوانان به سلام اومدی، پهلوانان بازم اون بره داره میگه ده. چون فردوسی اینگونه توی گفتارش اینگونه گفتگو میکنه، بعضی وقتا طرف هم یه کلمه یه واژه خوب براش میذاره، اما در نهایت نشون میده اونا کی هستن. همیدون سپه بود شه نوزران، همی کوفتی سر به گرزگران. گرازه اینجا گرازه دیگه، اون ما راجع به اون چیز صحبت نمی کنیم، گرازه صحبت نمی کنیم که به ساخت مال تورانیان بود، اینجا گرازه مال ایرانیانه. گرازه به سان گرازی دژم، همی حمله آورد با تیز و دم. همی رزم زانگونه گودرز کرد، که از جان ترکان برآورد گرد. زواره بیامد به کردار شیر، به بازو کمان اژدهای دلیر. همی تاخت چون باد گرگین گو، اینجا گو باید بگیم که همون گوه، که من در دهات کرمان هنوز میشم به گاو میگن گو، تا این گوساله گو میشه دل صاحبش او میشه، یعنی تا این گوساله گاو بشه دل صاحبش آب میشه. پس این گو همون گو پهلوانی است که از نیروی گاو، نیروی مثبت انرژی هستی
و زمین. و زمین. همی تاخت چون باد گرگین گو، ابا نامداران گردان نو، چو فرهاد و برزین و ناماوران، کشیدن شمشیر و گرز گران، یکی نعره زد گیو در کارزار، به افراسیاب آن شه نامدار. سر افراسیاب یک نعره کشید اینجا گیو، که ای ترک بدبخت گم بوده نام، چرا رنج گشتی بدین کار خام؟ چرا اومدی تو این دام ما افتادی؟ فراموش کردی تو رزم سران، که باز آمدی با سپاهی گران. تو نمیدونی اینجا با پهلوانان روبرو هستی، توی سپاه بزرگ برداشتی آوردی با مثلا چند صد پهلوان. افراسیاب چی میگه؟ میگه ای ترک بدبخت گم بوده نام، چرا رنج گشتی بدین کار خام؟ فراموش کردی تو رزم سران، که باز آمدی با سپاهی گران. مگر آگه از پهلوانان نیی؟ اینجاست که همیهنان دنبال تعداد زیاد نباشن. یکی مرد جنگی به اسد هزار فقط یک مثال نیست، یک گفتگو نیست، یک واقعیت دیالکتیک هستیه. مگر آگه از پهلوان، یک انسان راستین به میلیون ها موجود حالا حتی منفی و به قول معروف جاسوس و پست و اینایی که نفوذ کردن، جهودان و بهاییان و سیدان و آدم خاران در میان ما کیچ، حتی آدم های معمولی که ترس و جارگوشه زندگی خودشون رو گرفتن و اینا، یک انسان راستین به هزاران از اونا میرسه، انسان های عادی حتی. مگر آن آگه از پهلوانان نی، از این نامداران ایران نی، سپهدار چون رستم و توس شیر، چو گودرز و گرگین سواری دلیر، به هم برزنند این سپاه تو را، به خاک اندر آرند گاه تو را. جا روی اون سکی اون موجود پرستم داره کار میکنه که اون روی مقدار ضعیفتر بکنه با نیروی گفتگوش. به خاک اندر آرند گاه تو را. و از آن سو تمتم چو شیر ژیان، بغرید و گفته ای بد بد نشان، چرا تازیان پیش من تاختی، چون این رز با انجمن ساختی. این دارن از کار کردهش پشیمون میکنن که بترس، البته اونم آدم مادر به خطاییست، باز یک کلک دیگه میزنه، حالا خواهید دید پشتش جو دای خزیان. دقیقا، چون این رز با انجمن ساختی، به جایی که رستن با وکین خواه، نه لشکر بماند نه تخت و نه شاه. رستم نماینده فره مردمان آریایی، مردمان ایران. مرا خود نباید بدین جنگ کس، من و گیو و تورانیان جمله بس. من و گیو، فقط دو نفر از ما، گیو پیر و من، با همتون کافیه، با همه شما تورانیان یه طرف، ما دوتا یه طرف. بگفتین و بفراخت برند تیز، بغرید برسان برند تیغ، بغرید برسان غرند میغ. از آن پس دیگر باره آواز داد، که ای ترک شوریده بدنژاد، تو در جنگ مردان پسنده نیی، که پژمرده ای هیچ زنده نیی. ببینید خیلی مهمه که هیچ زنده نیی، زنده به زندگی بودنه. دقیقا، هیچ انسان تازی در از زنده نیست، چون به دنبال اون شکم و زیر شکم، اون پستی و اون منیت مریض درونشه. این موجود زنده نمیتونیم بیم بگیم موجود زنده، این که پرواز روان و فره داره، که فره در وجود تازی وجود نداره، فقط یه موجود آدم خاره که فقط در اون دوره ای که چند دهه ای که زندگی میکنه، فقط هستی رو آلوده میکنه، میخور و کسافت میزنه و فلان، فقط کارش اینه. در نتیجه واقعا این موجود بی ارزش و مرده است، یه مرده است که بوی تنه به صدا گندیدش همش در تمام طول اون مردگیش به مشام میرسه. انسان زنده یا موجود زنده اون چیزی که اِوولوشن یا اون فراپویش هستی رو جلو میبره و نه تنها آلوده نمیکنه، بلکه با بودنش زمین رو و هستی رو جلو میبره، پردیس میسازه. تو جنگ مردان پسنده نیی، که پژمرده ای هیچ زنده نیی. ولی اینجا ببینم شما چی میگیم. برو چون زنان پنبه و دوک گیر، پس پرده با دختران سوگ گیر. که کار تو اکنون به جایی رسید، که از جنگ چنگت بباید کشید،
ببینی کنون تیغ مردان مرد که از این پس بیاید نیاید نبرد. نظر شما چیه؟ پردیسی من فکر کنم اینجا نمیدونه که بانوان هم دوک و نخ میگیرن و هم هم جزه شمشیر. همایی میکنن و هم شمشیر. اینجا فکر کنم شوونیسمش زد خب بالا. نه، من یه نظر دیگه دارم. این داره میگه که تو با ترک پست آدم خوار مریض تازی موقعی که بهش بگیزن بهش بر میخوره. یعنی از دیدگاه خود اون تورانیان داره پوت داونش میکنه. از دیدگاه تورانیانه که با این آدم خوار داره گفتگو میکنه. تو میگه تو در جنگ مردان پسنده نی. داره اونو پست میکنه، داره نیروی و انرژیشو آدم خوارشو تحلیل میبره که پژمرده ای ایچ زنده نی. برو چون زنان پنبه و دوک گیر، پس پرده با دختران سوگیر. مثلا زنان خودت برو پنبه و دوک چرخریز چرخ دوکریزی کنن، پس پرده با دختران سوگیر. به هر حال اینجا میزنه تو سر طرف. ولی دیدگاه فرنگاریایی، خب ما قبلا پیش از این توی گفتار فردوسی یا فرهنگ ایران دیدیم که زن هیچی که نه تنها شانه به شانه و یکی و هم بالا و هم و بلکه بعضی وقتا هم پدر طرف هم در میاره که به زودی در صفحه بعد داستان رستم و سهراب موقعی که به گردآفرید برسیم که این باهایی های کسافت امروز اسمشون میزن رو خودشون و مزخرف میگن و ادای شعرخونی در میارن. به گردآفرید راستین که میرسیم در صفحه آینده هفته آینده خواهیم دید. این درست یک صفحه مونده که داره این گونه کورکوری میخونه پردیسی بزرگ یا فردوسی. خب در واقع اینجا در اساس رستم داره کورکوری میخونه واسه تورانیان. بله. و خودشون از دیدگاه خودشون به اصطلاح تحلیل میبره، انرژی اونا رو پایین میبره. که کار تو اکنون به جای رسید که از جنگ چنگت به باید کشید. ببینی کنون تیغ مردان مرد که از این پس بیادت نیاید نبرد. بدین تیغ هندی ببرم سرت، بگرید به تو جوشن و مغفرت. چو افراسیاب این سخنها شنید، دلش گرد پشت پر درد و دم در کشید. اثر خودشو گذاشت. اینقدر اینو تحقیر کرد، به راستی اون رو پایین گذاشت که جا به جای اصلیش گذاشت. همونگونه که هستن. درش گشت بردد و دم در کشید، یعنی خفقان گرفت، چیزی نگفت. زرستم به ترسید افراسیاب، نکرد هیچ بر جنگ جستن شتاب. شروع کرد به جودبازی فکر کردن. خب حالا من چیکار کنم؟ با هم ترس داره، هم باید یک کلک و یک بیشرفی و کلک رو بند. پس لشکر اندر همی راند رم نر، رفت پشت لشکر با اسبش میرونی و بر دنبال چاره میگشت. دنبال اون جاسوسا بود که دنبال آدم خورا پدر سوکتا که من چی میگن. مهان را زهر سو همی خان گرم، هم با بزرگای لشکرش هم باشون خوش رفتاری و خان گرم باشون میگرفت و اینها پشت سپاهش. حالا اون بر جنگ جلوی سپاه افراد دارن میجنگن کشته میشن، این پشت دنبال یک کاریه. چو رستم چنان دید، رستم که دید اینجوریه که این داره دنبال یک کلکیه، چون رستم چنان دید گرز گران به گردن برآورد و بفشرد ران. به پیش سپاه اندر آمد دلیر، بغرید برسان غرند شیر. پس پشت او پور کشواد بود که با جوشن و گرز و پولاد بود. سواران گردان ایران دمان به جنگ اندرون گرد به چنگ اندرون گرز و تیر و کمان. برآمد درخشیدن تیغ تیز، زمین از نهیب آمدن در گریز. چو شد تیره تر چشم توران سپاه، به گردون برافراخت رستم کلاه. ز پیران بپرسید افراسیاب، این پیران یکی از همون جودان پسته که میبینیم که این جودان امروز هی اسم خودشون پیر میذارن، پیرنیا، کسافت نیا، چیزنیا، اینا از همونان میبینیم که. ز پیران بپرسید افراسیاب که بسا ادوایزر افراسیاب بوده، مشاور جودک دربار، که این دشت جنگ است یا جای خواب؟ که در جنگ جستن دلیران بودیم، سگالش گرفتیم و شیران بودیم. چی شد؟ کنون دشت روباه بینم همی، سر از رزم کوتاه بینم همی. اینجا داره حالا به اون پیرانه غرغر میکنه افراسیاب، به جای خودش فکری بکنه.
ز شیران توران خونیده توی، جهانجوی و هم رزم دیده توی، هم قبلا تو جنگا بودی، هم کلاکا رو جان جان چیز کردی، دنیا رو دیدی. بگو چیکار کنیم انان کنون، انان را به تندی یکی برگرای، برو تیز از ایشان به پرداز جای. چو پیروزگر باشی ایران تو راست، تن پیل و چنگان شیران تو راست. اگه تونستی یه گروهی رو برداری، این پهلوانای ایران رو قتل عام کنی، شکست بدی، ایران اصلا مال تو. یعنی اینا به شمال این جهودک پیران، پیران نام. بله، این پیران و به اصطلاح برادرش که سپستر خواهید بکنم در همین بخش به نام پیلسم. بله، برادرش پیلسم. اینها از برادران، از همون ویسه تازی احتمالا خزری هستن. این ویسه ها، خاندان ویسه در متون پهلوی، کتاب ها، نسک های پهلوی، آدم های پستی هم. بله، ازشون نام برده شده، تاریخچه کوتاه گفته شده. این ویسه ها بسیار به اصطلاح نفوذی و تازی و بله جاسوس هستن که بر روی پیران و پیلسم از همون خانواده. چو پیران ز افراسیاب این شنید، خوشحال شد دیگه این پیر سگ. چو باد دمان از میان بردمید، بسنجید و نامور 10,000 ز ترکان دلیران خنجرگزار. 10,000 خنجرکش آدمخوار توکر با خودش برداشت، سبک ران به جنگ اندرون تیز کرد، برا شافت و آهنگ آویز کرد. یعنی یک اینسنتیو یا چی میشه در پارسی؟ انگیزه. یک انگیزه به این آدمخواران باید بدی تا به جنگ. انگیزه انگیزه شکمزی شکمی یا منیتی است که همش یکی به هم وصله، همش یکیه. درست همونجوری که جهودای یثرب و حجاز به اعراب آدمخوار بدبخت گفتند بری اونجا 70 تا زن سفید رو سوراخ میکنید، اگرم نشد کشته شدید میری تو آسمون، اونجا 70 تا زن رو سفید رو نکاح میکنید با بچه های کوچک رو که اونها رو میتونید به اصطلاح سوراخ کنید یا به اصطلاح نکاح کنید به نام قلمان. اینا چون این موجوداتی هستن، انگیزه هاشون باید این گونه باشه و این گونه بوده و هنوز هم هست، هم که دنیا رو به این شکل کثیف در آوردن که انسستنبل، دیرپا نیست این سیستمی که این آدم خواران به جای گذاشتن، چون خودشون در این سیستم غرق خواهند شد. چه آتش به سبکران به جنگ اندرون تیز کرد، برای شفت آهنگ آویز کرد، را افتاد به جنگ با 10,000 آدم خوار. چه آتش بیامد بر پیلتن، که از او بود نیروی جنگ و شکن. فقط اون 10,000 نفر آورد به طرف رستم که جنگ و شکن ایرانیان از نیروی رستم، از نیروی برآمدی مردمی اومد، فقط به سوی اون که مردم رو نابود کنه. میبینیم که امروز هم این کثافات تازی با کانال لشکرشون، با کانال های ماهواره‌ایشون، جهود بهایی، ترک تازی، تزی طلب، آدم خار، ستوده ملکی، کسافات منصور اوسانلو رو تازه کرده، یه بدبخت بیشوری رو که علم کردن که تبلیغ اونا رو تازه بکنه. میبینید که اینا هدفشون رو به روی مردمه، فقط هی مردم رو دارن اینا تضعیف میکنن و تحت کنترل میگیرن و بیان همه مثلا از دنبال کون زنه که کثیف فاحشه بهایی نسیسو بایسی. تو گویی که جمهوری اسلامی نمیتونه اینو بگیره بکنش جا مسترا، یه سرهی عکس میگیرن، این وایس داده یه کسافتوی گرفته دستش عکس. حالا هیچ کم اینا رو در واقعیت ندیده، اینا میرن یه جایی رو قشنگ معلومه جمهوری اسلامی یه خیابون خلوت میکنه که اینا برن چند تا عکس بگیرن و قشنگ معلومه که این کار خود جمهوری اسلامیه. با کمک البته اینا جاسوسای اسرائیل، نه اون بخشی از جمهوری اسلامی که کاملا یکیه با جاسوسای اسرائیل، اینا قشنگ قدرتی آره یه خیابون خلوت میکنن، پاسدارا احتمالاً این طرف اون طرف خیابون وامیسن، اینا مثلا 10 نفر میارن، این که سافتوار میگیرن دستشون، این عکس چند تا عکس و فلان، اینا پیکت لاینا رو زندانیان رو آزاد کنید و این میگن مادر رحمت. این جدیدن هم یکی، حالا میونه کلام، جدیدن هم یکی رو علم کردن که از زندان خیلی راحت بره ارژنگ داوودی نامی، اسمو داوود و ارژنگ هر دو تا تازی،
بله قشنگ مستقیم از زندان مصاحبه میکنه، صداش هم پخش میشه تو آره، تلویزیون مثل اینکه ما اون قبلی ها رو ندیدیم، اونایی که مثلا از اکبر گنجی گگ و گنجیونه. واقعا مثلا این بیشرف ها واقعا فخرآور و مردم رو بسا خر فرض میکنن، به خاطر اینکه خودشون و مادران و کساف و پدرانشون موجودات کثیف و پستی هستن با پوزش از خر، ولی موجودات بسیار کثیفی هستن. اینجا هم میبینید، اینجا هم میبینید که اومد به طرف با اون 10,000 ترک آدم خوار رو آورد فقط به طرف رستم. تمتن به لبها برآورد کفت و گفتی که بستد ز خوشی تف. برانگیخت اسب و برآمد خروش، برانسان که دریا درآید به جوش. پهلوان که رستم که این صحنه رو دید که این 10,000 آدم خوار دارن میان، چه کرد؟ درست اون انگار که تف اون به خورشید میرسه، تمام نیرو رو در خودش جمع کرد و به اینها حمله کرد. سپر بستر و تیغ هندی به مشت، از آن نامداران دو بهره بکشت. اون 10,000 آدم خوار رو دو بهرشون رو کشت، یعنی احتمالا دو سومشون رو کشت یا نیمیشون رو کشت. نگه کرد افراسیاب از کران، چون این گفت با نامور مهتران که گر تا شب این جنگ همزین نشان، میان دلیران و گردن کشان بماند، نماند سواری به جای، نبایست کردن بدین رز رای. یعنی اگه تا شب بمونیم تو همه جنگ کشته میشه، کشته خواهیم شد، هیچ کس به جای نخواهد موند. کجا نامداری که با خشم و کین شود سوی گردان ایران زمین؟ به خاک آورد رستم بدگوهر، به دو بخشم این تاج و تخت و کمر. اعلام میکنه یه نفر فقط حالا بره به جنگ، 10,000 نفر که نتونستن، 10,000 خنجرکش تو که آدم خواهد نتونستن، یه نفر بره. اون اونم رستم بدگوهر. آره رستمش هم برای بدگوهر، برای این آقای برای افراسیاب. درسته دیگه، برای اینکه گوهر ایرانیان در برابر مثلا منافع کثیف شکم زیر شکم اینان رو تحت خطر میگیره و همین دلیل که دشمنی بزرگ تمام آدم خواران جهان و علیه ایرانه. جمهوری اسلامی رو اونجا روی سر مردم گذاشتن، ایران رو تبدیل به زباله‌دانی کردن، هنوز میخوان هر جور شده ایران رو نابود بکنن. میدونیم که سعیم کردن در زمان بعد از جنگ جهانی اول که قتل عام بکنن، قحطی درست کردن جهودان. چوبر گفت از این گونه افراسیاب، دژم گشته از بخت و سر پرشتاب. دلیلی بود که بود پیلسم نام او، یکی از همین پهلوانای به اصطلاح خرزورای تازیان، اسمش پیلسم که میشه برادر پیران. پس این هم یک جهود خر به اصطلاح چیزی بود، از اینایی که دیدین داعشی ها که هیکلا مثل خوک و گردنشون تبر نمیزنه، اینا این تیپی بودن. حالا ما باید با همچی چیزایی با شمشیر اینا بجنگیم در نظر بیارید. مثل شارون دیدین، مثل بشکه های پر مدفوع. که ویسه بودش نام فرخ پدر، برادرش پیران پیروزگر. پدرش ویسه بود، برادرش همجوری که گفتین شما توی از متون پهلوی اینا رو گفتید، از کتابهایی به زبان پهلوی این خاندان ویسه هست. فکر کنم 7 برادرم هستن. عجب. پس اینجا هم در به درستی و فردوسی بزرگ، پردیسی بزرگ اینا رو روشن کرد که مطابقت کرد. در ایران و توران هم آورد اوی، نبودی به جز رستم جنگ جوی. چو بشنید یل پیلسم این سخن، بر ابرو برآورد از چو بشنید یل پیلسم این چنین، بر ابرو برآورد از خشم چین. بشد تیز نزدیک افراسیاب، سرش پر ز جنگ و دلش پر شتاب. دلش به تاپ و توپ افتاد که بشه صاحب ایران. این مادر سگا ببینید، فقط قصدشون در طول هزاران سال، ما الان راجع به 8,000 اندی سال پیش، فقط همین باید همین بوده. چون این گفت با شاه توران زمین که من دلیل و جوانم از این انجمن. چه خاک از پیشم چه توس دلیر، چه خاک از پیشم چه توس دلیر. چه گیو یل آن نامبردار شیر، چه بهرام و چه زنگه شاوران. گرازه کس از اوز جنگاوران، تمام پهلوانای ایران اسم میبره میگه من همه اینا برام چی نیست. همان سگزی به درگ تیر جان، که شاهش ستاید
همی هر زمان راجب کسی به نام بدرگه یا بدر بدرگه، من اینجا اشکال داره اینجا، که شاه ستایی که از پهلوانان ایران نه. که شاه ستاید همی همزمان، اگر شاه فرمان دهد همچه شیر، میان یلان اندر آیم دلیر، همه سروران را سر از تن به تیغ ببرم، ماهشان زیر ببر ببرم کنم ماهشان زیر میخ. مثل سربری ماجرای داعش امروز دیگه، میگه سر همشون میبرم، همه پهلوانا رو ردیف میکنم سرشون میبرم، پهلوانا ایرانو. کم اشتام هست این آشغال جود. کنم افسر نامداران بگرد، سرانشان ببرم به تیغ نبرد. صدا خوبه؟ بله. بدو گفت شاه دلیر جوان، سر نامداران و پشت گوان، تو پیروز بادی در این کارزار، همه دشمنان تو را کارزار. شام تشویقش میکنه این شاه آدم خاران افراسیاب. بدین راز فرخنده باید شدن، به پیروزی و نام باز آمدن. میری با پیروزی و نام بالا برمیگردی، که یزدان نیکی دهت یار باد، سر بدگمان تو بردار باد. اینجا هم ادای ایرانی ها رو در میاره که یزدان نیکی دهت یار باد. چو پویی بر رستم نامور، ابر کین او بست خواهی کمر، نگه کن که در کار ریمن بود، بدندیش و خونریز و پرفن بود. بیا این دیگه حالا داره میگه ایرانی ها در کار ریمنن، همون چیزی که خودشون هستن داره چیکار میکنه؟ فرافکنی میکنه. که این رستم بد چیزیه، حواست باشه. مگر دست یابی بدان نابکار، که از اوی است این پیچش کارزار. بدان نابکار اینجا مردم ایران دیگه، که از اوی است این پیچش کارزار. مشکل این معنی فرهنگ آزادگی مردم ایران میگه، که از اوی است این پیچش کارزار. اون نابود بکنی مردم رو خرکوگنی، مردم ایران رو میتونی ایران رو بگیری مخشویی بکنی کن. چو بشنید گفتار شه، اینجا بخش سمبولیک شو من میگم، اینجا بخش رزمی شو نمیگم. چو بشنید گفتار شه پیل سم، بغورید مانند روین خم، نشست از بر اشقری همچو باد، تو گفتی ز رزمش نبود بیم یاد. اصلا یادش رفت دیگه که از جنگ عربا که میومده حمله میکردن، خب گفتن که کشته شدیم میریم 70 تا رو میزنیم تو آسمون، اگر هم که کشتیم میریم اون ور زناشون رو میگیریم. از شهامت دلاوری نبوده؟ نبوده، شهامت دلاوری اینا سرشون نمیشه، فقط به دنبال شکم زیر شکم و اون منیت، یعنی اون چیزی که اون چی بهش میگن، زیاده خواهی، آز و تمعشونه اینها، فقط اون طمع اینا رو کور میکنه، تبدیل به موجودات آدم خوار عجیب و غریب میکنه. این تمام چیزهای تازیه، منم مغز تازی، مغز مریض تازی است که اینسنتی باشه، اون انگیزه هاش ایناست که فردوسی قشنگ به درستی رو درستی روشن میکنه. تو گفتی ز رزمش نبود بیم یاد، سوی قلب ایران سپه شد چو گرد، چپ و راز زد تیغ و گرز نبرد، چو بادن در آمد به گرگین رسید، خروشی چو شیر جان برکشید، یکی تیغ زد بر سر اسب او. ببین دوباره سر اسب رو میزنه. تکاور زدن در آمد بروی، چون دید گست هم رزم آزمای، به کردار آتش بر آمد ز جای. گست هم میبینه که اسب گرگین دیگه باز از چیز بیرون رفته، میاد جلوی این مردک به اصطلاح پیلسم، یه پهلوان دیگه ایرانی میاد جلوش. چو شیر ژیان شد بر پیلسم، براویخت با آتش تیزدم، یکی نیزه زد بر کمربند او، گزندی نیامد به پیوند او. یه نیزه ای میزنه مثل این که اینقدر به اصطلاح خوک هیکله که هیچیش نمیشه، میخوره به یه جایی نیزه میشکنه، به دستندرش چوب نیزه شکست، بینداختش چوب نیزه زده است. چوب که شکست نیزه رو میندازه پهلوان ایرانی. چون دید پس پیلسم تیغ زن، کشید و در آمد دلیب. چون دید پس پیلسم تیغ تیز، کشید و در آمد دلی پرستیز. اینا
ستپ بای ستپ، قدم به قدم این جنگ رو شما رو میبره، فردوسی بزرگ در این جنگ وارد میکنه که یاد بگیرید همینا اون احساسش، اون احساس اون جنگ، اون لحظه، اون انرژی اون جنگ رو ببینید ما چگونه کار میکنیم یا اونها چگونه کار میکنن. یکی تیغ زد بر سر ترک او، ربود از سرش ترک بر سان گوی. اینجا تیغ پیلسن میگیره به کلاهخود پهلوان ایرانی که کلاهخود پرت میشه، برهنه سر و نیزه افکنده خوار، نیزش که شکسته بوده قبلا پهلوان ایرانه، اینجا کلاهخودش هم میفته فرو مانده بیچاره در کارزار. یه لحظه دیگه باز میگذشته این میتونسته که بکشه پهلوان ایرانی رو. چو از میمنه زنگه شاوران، بدیدان دل و زور زور کنداوران. یه پهلوان ایرانی دیگه درست در اون لحظه این صحنه رو میبینه، زنگه شاوران. بیاری بیامد بر گستهم، میاد تا به کمک گستهم ایرانی. برادید از آن گونه گشته دژم، فهمید که به این دلیله که چون کلاهش از دست داده، نیزش از دست داده، از این دلیلی که عصبانیه دژم گشته. یکی حمله آورد بر پیلسم، پس به طرف پیلسم حمله کرد. اینجا کی؟ پهلوان دیگری که نامش میمه زنگه شاوران. چو پیل سرفراز و شیر دژم، حمله آورد مثل پیل سرفراز و شیر به این حمله آورد. پذیرفت حمله دلاور نهنگ، در آمد یکی تیغ هندی به چنگ. بزن تیغ و برگستوان کرد چاک، سر بارگی اندر آمد به خاک. دوباره با تیغ هندی که در دست این آدم خار بوده، مثل که این تیغ هندی رو از ایرانیان هم اینا دزدیده بودن دیگه، برگستوان کرد چاک، سر بارگی اندر آمد به خاک. فکر میکنم اینجا راجع به اسبش صحبت میکنه که برگستوان اسب رو کات میکنه، چاک میکنه، در نتیجه اون چیزی که روی اسب بوده میفته و سوار هم میفته با اون. دلاور بیفتاد و دامن زره، برآورد و زد بر کمر، بر کمرگه گره. پیاده برآویخت با نامدار، اینجا با اینکه افتاد پس پیاده شروع کرد با این آدم خاری که رو اسب هنوز بود برآویخت. بگردش بگردندرش همچو شیر شکار، دنبال دور اسب این پیلسمه میچرخید، با اون میجنگیده پیاده. عجب صحنه های زیبای ترسیم میکنه، چقدر زیبا ترسیم میکنه. و نامردی اینا رو که اسب ها رو میزدن یا برگستوان اسب رو میزنن، یکی ایرانی هیچ وقت این کارو نمیکنه. اسب رو اصلا احساس نمیکنه که چطور آخه اسب رو میخوای بزنی توی جنگ، چگونه تو میتونی یک حیوان رو بزنی. یکی گرد تیره برانگیختند، بدانگه که با هم درآویختند. دو تا که داشتن میجنگیدن، ایرانی پیاده اون سوار، خب پهلوانان قبلی هم دنبال کار دیگری رفتن، جای دیگری دارن میجنگیدن، اونایی که تیغشون شکسته بود یا اتفاق دیگه افتاده بود. بدانگه که با هم درآویختند، گرد خاک بزرگی در آنجا شد. ز قلب سپه گیو چون بنگرید، گیو پهلوان پیر ایران این صحنه رو میبینه، میگه میبینیم با این آدم خوار هر چی که ما داریم میجنگیم باز اتفاقی نمیافته، نمیتونیم این مردک رو بیرون بکنیم از جنگ. از قلب سپاه نگاه میکنه، چون بنگرید جهان پیش چشم یلان تیره دید. این پهلوانا ایرانی که تا حالا سه نفر مشکل براشون وجود اومده در برخورد با این آدم خوار پیلسم. گیو بغرید چون رعد در کوه سار، بیا شیر جنگی گه کارزار. بیامد بیاری بر هر سیار، براویخ با پیلسم هر چهار. او نه، اون دوتای دیگه هم بودن اون دور بعد، ولی در اصل این آخری داشته می جنگیده، دوران دوتای دیگه هم این رو اسب، ستای دیگه خب اون دوتای دیگه روی زمینن، در یعنی پیاده دارن می جنگن. این چهارمین، براویخ با پیلسم هر چهار. این پیلسمه سه تا که روی زمین چیزم گیبم که اومد، حالا یه
بازم در نرفته. ببینید اینسنتیو این یا اون انگیزه این آدم برای خوردن ایران از 4 پهلوان ایرانی هم هنوز در نمیره. این از شجاعت نیست، این از آدم خاریست. آدم خاریه. بله. دلاور نشد هیچ گونه زرنگ، میان دلیران در آمد به جنگ. گهی تیغ زد گاه گرز گران، چون این تا فرو ماند دست سران. چو پیران ز قلب سپاه بنگرید، برادر بدان جای بیچاره دید. بیاری بیامد برش تازیان، خروشان و جوشان و برادر اون پیر سمه که اون پیران آدم خار بوده، میاد به کمک این برادر آدم خارش. اینا بچه های ویسه. چون این گفت با گیو که نامدار، شما را هنر نیست در کارزار، که با نامداری به کردار شیر، شده جنگجو 4 گرد دلیر. که با این برادر من 4 تاتون اینجا، این حال 4 تا 3 تا اسب نابود شده روی زمین که کار انسانه. یکی هم که نیزه شکسته، یکی هم که کلا خود نداره. به حال به نزدیک مردان گهی گیرودار، یکی با یکی خوب در کارزار. بگفت و برایشان یکی حمله کرد، برآمد از آن رمز گه تیر گرد. پس شلوغتر شد اون صحنه جنگ. و از آن روی رستم به کردار شیر، میان سپه اندر آمد دلیر. رستم داشت یه بخشی از سپاه می جنگید. به تیغ و به کوپ پاول و گرز گران، بیفکند توران سپه را سران. سران و دینایونا رو داشت می داخت. چو دیدان چنان پیل سم جنگجوی، بزد رخش و آمد به نزدیک او. دیگه رستم دیگه اومد. رستم که بیاد دیگه کار تموم دیگه. براویخت با پیل سم نامدار، نتابید او با دلاور سوار. با دلاور سوار ایران که سوار رخش است. رخش که نماینده سرزمین ایرانه. طاقت نیاورد پیل سمه، گریزنده شد پیل سم ز اژدها، که دانست کز وی نیابد رها. دلیران ایران سراسر سران، به دستن درون گرزهای گران. بکشتند چندان ز توران سپاه، که از کشته شد پشته تا چرخ ماه. نگه کرد افراسیابان بدید، یکی باد سرد از جگر برکشید. خوب شد. بپرسید کلکوس جنگی کجاست، که چندین همی رزم شیران بخواست. اون که پهلوانه کجاست؟ پهلوانه همون چرا قایم شدن؟ به مستی همی گیو را خواستی، همه جنگ با رستم را راستی. همیشه از ایران بودی یاد اوی، کجا شد کنون آتش و باد او؟ همش فوش میدادی به ایرانی ها، حالا چی؟ کجاست اون مردی که کلکوس اسم اینا رو بود. به الکوس شد آگهی زین سخن، اینجا الکوسه، که الکوس کجاست؟ اون اسمش الکوس بوده، بپرسید که الکوس کجاست، سر هم نشته. به الکوس شد آگهی زین سخن که سالار ترکان، چه افکند بون. خبر میشه به گوش الکوسی که افراسیاب گفته کجاست این مرد که بره به جنگ ایرانیان. برانگیخت الکوس شبرنگ را، به خون شسته بد بیگمان چنگ را. بیامد دمان تا به قلب سپاه، برای شاه توران به پیمود را. ما جلو شاه گفت چی میخواد؟ با آواز گفتا که جنگی منم، همان نرشیر درنگی منم. تا حالا کجا بودیم؟ چو فرمان دهد مرمرا شهریار، به تنها روم من بدین کارزار. اینم میخواسته صاحب ایران بشه. تنهایی میرم من، مثلا با کمک کسی دیگه نمیرم برم، مثلا بذار حالی که کار اون پیلسمه و اون پیران و اینا تموم شده، حالا من برم ایرانو بخورم. چو بشنید از اون شاه توران زمین، ببینید اینها رو داستان رو چگونه به شما یاد میده که شیوه بی فرهنگی و پستی اینها چیه، شیوه فکر کردن اینها چیه، و شیوه های ایرانیان که با هم پشت هم و به چه شکلی کار میکنن چیه. اینا در این حال که آدم خاران از همدیگه کاملا پشتیبانی میکنن، در اصل دشمن همدیگه. ولی ایرانیان زمانی که اصلا پشتیبانی میکنن، شک ندارن به همدیگه، که این شک رو میان ما افکندن تازیان، که ما هر کسی رو فهم میکنیم ممکن دشمن ما باشه و حق هم داریم، چون نفوذی زیاده، جود و پست و تازی و عرب و ترک و بهایی و فلان و فاش و اجنبی و اینها فراوان، جاسوس و این. به این دلیل ما مشکل میتونیم یک اتحاد سازنده رو برقرار کنیم، ولی به هر حال یه روزی میکنیم. ولی اینا راحت با هم
برای بستر هم خوردن بستر اتحاد خوردن، میکنه. برای خوردن جنایت یکی میشن، در حالی که دشمن هم دیگه از هم دیگه تنفر دارن. چو بشنید از او شاه توران زمین، بگفتش ز لشکر سران برگزین. برون رفت با او ز لشکر سوار، ز مردان جنگی فزون از هزار. همه با سنان سرفشان شدند، چو ناهید و هرمز درخشان شدند. چو آمد به نزدیک ایران سپاه، بپوشید از گرد خورشید و ماه. باز یه تعداد زیادی آدم خوار را میفتند، زواره به دیدار بود جنگجوی. بدو تیز الکوس بنهاد روی، روبروی زواره قرار گرفت الکوس. گمانی چنان بود کو رستم است، بدانست که از تخمه نیرم است. الکوس فکر کرد او رسید به رستم، در صورتی که زواره بود، پهلوان دیگر ایرانی بود. زواره برآویخت با او به هم، به نیزه به کردار شیر دژم. سناندار نیزه بدون نیم گشت، زواره ز الکوس پر بیم گشت. اینجا نیزه چیز باز میشکنه، زواره که از پهلوانان ایران نیزش میشکنه، نگران میشه زواره. پس از دست آن تیغ بران کشید، ز گرد سواران جهان ناپدید. جنگ دام پیدا میکنه، به کین اندرون تیغ بر هم شکست. سوی گرز بردن چون باد دست. بینداخت الکوس گرزی چکو، که از زخم اون شد زواره ستو. میزنه میخوره به سواره گرز الکوس، به زین اندر از زخم بیهوش گشت. به خاک اندر افتاد و خاموش گشت. گرز الکوس پس میخوره به زواره، پهلوان ایرانی. فرود آمد الکوس تیز از برش، همی خواست از تن بریدن سرش. چو رستم برادر بدان گونه یافت، به کردار آتش سوی او شتافت. الکوس بر زد یکی بانگ تند، کجا دست شد سست و شمشیر کند. چو الکوس آواز رستم شنید، دشت گفتی از پوست آمد پدید. به زیر اندر آمد به کردار باز، مردی به دل در نیامد شراد. بیامد بدو گفت رستم تویی، گمانم بدو رفت از او کم تویی. بدو گفت رستم تو چنگال شیر، نپیموده ایزان شدی شدستی دلیر. زواره به درد از زمین از بر زین نشست. زواره پس بالا میشه، روی زین میشینه، پر از خون، دل آزرده از گرز پست. عصبانی هم بوده که این گرز خورده و حالش بد شده. براویخت الکوس با پیلتن، بپوشید بر زین توزی کفن. یکی نیزه زد بر کمربند او، ز جوشن نیامد به پیوند او. تمتن یکی نیزه زد بر سرش، به خون جگر غرمه شد مغفرش. شدم قرمه شد به خون جگر غرمه شد مغفرش. به نیزه همیدون ززین برگرفت، دو لشکر بدو ماندن در شگفت. موقعی که نیزه رو تهمتن زد توی کله این آدم خوار الکوس، همین نیزه که رفت در درون کله این مردک، با نیزه الکوس رو از روی زین بلند میکنه. همینجور با کله این با نیزه بلند میکنه. تهمتنی که این نیزه زد بر سرش، به خونه جگر غرم شد مخفش. به نیزه همیدون ز زین برگرفت، با نیزه از زین بلند میکنه این مردک. دو لشکر بدون ماندن در شگفت، هم لشکر ایران هم لشکر توران این صحنه رو دارن نگاه میکنن. زدش بر زمین همچه یک لخت کوه، پر از بیم شد جان توران گروه. بدین هم نشان هفت گرد دلیر، کشیدن شمشیر برسان شیر. هفت گرد ما ایرانیان. یادتون باشه که این جنگ پهلوانان ایران با سپاه بزرگ توران، تعداد که این پهلوان که رفته بودن به نخجیرگاه یا به شکار. پس پشت ایشان دلاور سران، نهادند بر کتف گرز گران. چو افراسیابان شگفتی بدید، به سوی دلیران یکی بنگرید. چون این گفت افراسیابان زمان، که بر جنگتان چهره شد بدگمان. بکوشید و رأی پلنگ آورید، یکایک بدین کین درنگ آورید. هنوز دست بر نمی داره، داره
آدم خورا رو تشویق میکنه ادامه بدید. چو لشکر شنیدند آواز اوی، به رستم نهادند یک بار روی. همه بگی به رستم حمله کنی، هر کی اونجا همون 30,000 نفری که چند هزار نفر میگه 10,000 نفر نه دفعه قبل خوندیم فکر میکنم 30,000 نفره. بله 30,000. همه میگه حمله کنیم فقط به طرف رستم. چون دید رستم ابا هفت گرد، به تندی بر ایشان یکی حمله برد. اون هفت رستم و اون هفت دلاور ایرانی همه با هم به طرف اون لشکر آدم خاران حمله کردن، همجور که اونا به طرف پهلوان حمله کردن. چنان برگرفتن لشکر ز جا، که پیدا نیامد همین سر ز پای. بکشتن چندان ز کنده آوران، که شد لعل خاک از کران تا کران. فکندن چندان به هر جای بر، چه با سر چه از سر جدا کنده سر. به آوردگه جای کشتن نمان، سپه را راه برگذشتن نمان. اینقدر کشته شد از این آدم خاران که سپاه دیگه نمیتونست رد بشه. از کشته پشته ساخته شد. ما در هفته آینده فرار افراسیاب رو از این رزمگاه میبینیم و که شاید 10-15 خط بیشتر نباشه و میرسیم به داستان رستم و سهراب. دوستان گرامی، خب همونجا در همون سوی سیردریا یا سیهون، در همونجا که نخجیر گرفته بودن، دختره که سمنگانی، شاه سمنگان رو، آره اونجا اشکال پیدا میکنه. رستم میره با این دختره که تازی میخوابه و یک افتضاحی به نام سهراب به وجود میاد که بعد تبدیل میشه به یک تراژدی.